مطلب بعدی که تو این ویدیو میخوام در موردش صحبت کنم Extended ACL هست. شما به واسطه Extended ACL میتونین توی سیستم لینوکس چندین یوزر اونر و چندین گروپ اونر داشته باشین. برای مثال فرض بکنید که شما میخواین یه شاخه ای داشته باشین که روی اون شاخه یوزرهای متفاوت دسترسی های متفاوتی داشته باشن، یا گروه های متفاوت همینطور دسترسی های متفاوتی داشته باشن. شما تو این شرایط میتونه از Extended ACL استفاده کنید. یکی دیگه از مزایایی که Extended ACL به شما میده اینه که شما میتونین ACL دیفالت تعریف بکنید و رو شاختون اعمال بکنین و از این به بعد فایل هایی که توی این زیر شاخه ساخته میشه همشون اون قوانینی رو که شما توی ACL تون تعریف میکنید رو تبعیت بکنن. ما برای انجام کارهای مرتبط با Extended ACL از دو کامند استفاده میکنیم. یک کامند کامند Setup ACL هستش که عملا برای اعمال کردن ACL ها استفاده میشه، و کامند بعدی کامند Getup ACL هست که برای خوندن ACL ها و اون Effective Permission هایی که اعمال میشه عملا ازش استفاده میکنیم. برای مثال من الان یه دایرکتوری رو درست میکنم اینجا به اسم DIR و میخوام که دو یوزر حمید و آرش دسترسی رید رایت داشته باشن روی DIR و همینطور فایل های بعدی هم که ساخته میشه بتونن این ACL روی اون فایل ها اعمال بشه. برای این کار من میام از کامند Setup ACL استفاده میکنم، از آپشن داش ام استفاده میکنم که Extended ACL رو مودیفای بکنم، با پارامتر یو میگم که من میخوام یه یوزر اونر جدید تعریف کنم، یوزر اونر جدید اسمش حمیده، دسترسیش RW و روی شاخه DIR اعمال میشه و همینطور همین کار رو برای یوزر آرش هم انجام میدم. حالا با LL اگر نگاه بکنیم میبینیم که شاخه DIR تهش یه مثبت اضافه شده که این مثبت به این معنیه که الان ACLی که روی این شاخه داره اعمال میشه بر اساس Extended ACL هست. با کامند Getup ACL میتونم بیام نگاه کنم که شاخه DIR الان چه ACL های روش اعمال شده. خب الان میبینیم که یوزر اونر این دایرکتوری یوزر روت هست، گروپ اونر روت هست، دسترسی که برای یوزر اونر تعریف شده RWX، یه یوزر اونر دیگه ای هم به اسم حمید وجود داره که دسترسی RW داره، یه یوزر اونر دیگه ای هم به اسم آرش هست که اون هم رید و رایت رو داره، گروپ اونر عملا دسترسی رید و اگزیکیوت داره، ماسک یک دسترسیه که عملا بیت هاش با دسترسی های یوزر اونر های دیگه گروه ها اند میشه و به عنوان افکتیو پرمیشن اونجا محاسبه میشه و نمایش داده میشه. اگر دسترسی که برای یوزر اعمال شده با افکتیو پرمیشنش برابر باشه عملا شما دیگه افکتیو پرمیشنی براتون نمایش داده نمیشه و همون دسترسی RW دسترسی هست که برای یوزر حمید یا برای یوزر آرش اعمال میشه. برای تست این مطلب من الان توی شاخه DIR همینطور که میبینین آدر دسترسی رایت نداره، من سویچ یوزر میکنم به حمید و میام توی شاخه DIR. آها، من چون روی شاخه DIR execute ندارم به خاطر همین نمیتونم سیدی کنم، من دسترسی execute رو هم به حمید میدم. برمیگم به یوزر روت، خب RWX رو به DIR میدم و RWX رو به همینطور برای آرش هم تنظیم میکنم. حالا Getup ACL که بکنیم میبینیم که روی شاخه DIR حمید و آرش هر دوشون RWX رو کامل دارن، گروپ اونر آریکسه، مسکمون هم که همون RWXه، آدر آریکسه. خب من SU حمید میکنم، حالا CD میکنم توی شاخه DIR،
اینجا من میام تاچ میکنم فایل A, B و C. میبینید که این سه فایل اینجا ساخته میشن. حالا من یه شاخه جدید درست میکنم، مثلا اسمشو میزنم Q. LL Q میکنیم، Get FACL Q میزنیم، میبینیم که آرش و حمید روی این شاخه این دسترسی رو نداره. برای اینکه ما بتونیم کاری بکنیم که از این بعد فایل هایی که ساخته میشن ACLی که ما رو شاخه بالا دست اعمال کردیم روی شاخه های پایین دست هم اعمال بشه، باید دیفالت ACL تعریف بکنیم. برای این کار من میام set FACL میکنم، با dash M میگم که میخوام مودیفای بکنم، با D میگم که دارم ACL دیفالت تعریف میکنم، با U میگم دارم یه یوزر اونر میگم، یوزر آیدی حمید رو بهش معرفی میکنم و پرمیشن RWX رو به DIR. ببخشید من این کار رو باید با یوزر روت انجام میدادم که بتونم این ACL رو اعمال بکنم. خب و همینطور این کار رو برای آرش هم انجام میدم. حالا برای اینکه روی فایل هایی که ساخته شده این کانفیگا اعمال بشه، من داش آر ریکرسیو رو اعمال میکنم. همین کار رو برای یوزر حمید هم انجام میدم. الان اگه ما به شاخه DIR مراجعه بکنیم، میبینیم که get facial اگر روی شاخه Q هم بزنیم، میبینیم یوزر حمید و یوزر آرش روی این شاخه هم دسترسی RWX دارن. نکته مهمتر اینه که اگر ما یه شاخه جدید بسازیم، مثلا new DIR، شما اینجا میبینید که شاخه new DIR هم این دسترسی رو دریافت کرده و یوزر حمید و یوزر آرش اینجا دسترسی دارن به انضمام اینکه ACL دیفالت برای این دایرکتوری اعمال شده. نکته ای که هست اینه که ACL دیفالت همیشه روی دایرکتوری ها میتونه اعمال بشه. اگر بخوام دسترسی رو که برای یوزر مثلا آرش تعریف کردم رو از روی فایل بردارم، میتونم با کامند set facial option -x برای یوزر مثلا آرش از فایل A set facial رو برای این یوزر بردارم. الان من اگر get facial فایل A رو انجام بدم، شما میبینید که دیگه یوزر اونر آرش برای فایل A دسترسی نداره. اگر هم بخوام کل extended ACL رو از روی یه فایل بردارم، میتونم از آپشن داش بی استفاده کنم. مثلا از روی فایل سی من کل extended ACL رو پاک میکنم. الان اگر get ACL سی بکنید یا همون LL داش دی سی بکنید، میبینید که دیگه ته فایل سی، البته regular فایل بود من نیاز نبود اولا آپشن دی استفاده کنم، ولی اینجا دیگه میبینید که ته تیکه ACL با دات جایگزین شده، به این معنی که دیگه extended ACL روی فایل C فعال نیست، ولی روی فایل های دیگه این دسترسی فعاله و یوزر مثلا حمید میتونه بیاد تو شاخه Q یه دونه فایل رو مثلا تاچ بکنه به اسم مثلا B. که میبینید که با اینکه روی شاخه Q other دسترسی رایت نداره، ما میتونیم فایل توش بسازیم. هرچند حالا کیو یوزر اونر و گروپ اونرش حمیده، میتونیم این تست رو با نیو اندرلاین دی آی آر هم انجام بدیم و ببینیم که این کار شدنی. الان همینطور که میبینین نیو دی آی آر یوزر اونر گروپ اونرش یوزر روته، ولی به خاطر اینکه اکستندد ای سی ال برای یوزر اونر جدید حمید تعریف شده، میتونه با دسترسی RWX روی فایل نیو دی آی آر کار کنم. خب مطلب بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنم یو ماسک هست. یو ماسک یک مقدار پیشفرضیه که بسته حالا به توضیحتون میتونین مقدار ست بشه، حالا روی توضیح من 22 هست. برای این استفاده میشه که شما موقعی که فایل یا دایرکتوری رو میسازیم با چه پرمیشن دیفالتی
اون فایل یا دایرکتوری تعریف بشه. برای مثال مقداری که برای فایل در نظر گرفته میشه عدد 666 یعنی rw 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 و برای دایرکتوری 777 یا rwx برای یوزر اونر، rwx برای گروپ اونر و rwx برای آدر. برای مثال الان یومسک ما عدد 22 هست و چیزی که برای فایل در نهایت به عنوان افکتیو پرمیشن محاسبه میشه و اعمال میشه 666 منهای 22 یعنی 644. یعنی من الان اگر بیام اینجا یه فایل بسازم، دسترسی فایل آ 644 میشه، یعنی rw برای یوزر اونر، r برای گروپ اونر و r برای آدر. برای دایرکتوریا این عدد پایه 777 هست و 777 منهای 22 عددی که به دست میاد 755 که برای دایرکتوری ها افکتیو پرمیشن 755 اعمال میشه. مثلا تست، الان اگر تست رو نگاه بکنید میبینید که یوزر اونر 7 یعنی rwx، گروپ اونر 5 یعنی rx و آدر هم دسترسی پیشفرزش rx هست. حالا من اگر بخوام آدر رو حذف بکنم کافیه که یومسکم رو دسترسیش رو ست بکنم روی 27 مثلا، که الان یومسک رو اگه بگیرم میبینید که یومسک من الان 27 شد. الان من فایل بی رو اگر تاچ بکنم میبینید که فایلی که برای بی در نظر گرفته میشه افکتیو پرمیشنش به خاطر اینکه من عدد رو 7 در نظر گرفتم آدرش کلن دسترسیش از بین رفته و اگر هم یه دایرکتوری جدیدی به اسم مثلا تست 2 بسازم میبینید که همینطور تست 2 هم پرمیشن آدرش کلن ست نشده، یعنی آدر اصلا دسترسی روی این شاخه نداره. حالا یومسکی که شما کامندش رو ست میکنی تا زمانی که این سشنتون وجود داره این مقدار هست و من اگه سشنم رو ببندم و دو مرتبه برگردم خواهید دید که یومسک برابر با 22 میشه. اگر میخواید یومسکتون رو به ازای یوزر تنظیم بکنید میتونید توی فایل .bashrc داخل هوم یوزرتون ست بکنید، یا اگر میخواید به صورت گلوبالی این اتفاق بیفته میتونید این رو توی شاخه /etc/bashrc قرار بدیم. خب این فصل هم تمام شد، من اینجا ویدیو رو متوقف می‌کنم.